تغییر همزمان 100 فرمانده پلیس در افغانستان، بازداشت شیر سیاسنگ مجرم خطرناک فراری، افزایش سرسام‌آور تلفات امروز در غور، دیدار عبدالله با جواد ظریف و همچنان امنیت کابل، تعیین جزای تکان دهنده از سوی امرالله صالح برای موترهای فاقد اسناد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. تغییر همزمان 100 فرمانده پلیس در افغانستان. 100 فرمانده پلیس تازه طی 45 روز کاری از میان 600 تن برای فرماندهی پلیس 100 ولسوالی در 29 ولایت تعیین شدند. مراسمی که در ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد، رئیس جمهور غنی امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری و عبدالله محب مشاور امنیت ملی سخنرانی کردند. آقای محب گفت که بنابر هدایت رئیس جمهور، کمیته به منظور ارزیابی قماندانان امنی ولسوالی ها توظیف گردید. وی گفت که در مرحله اول 100 تن از بریت ملان و افسران در یک پروسه شفاف انتخاب و همچنان تثبیت رتبه شدند. ضیا آسی، رئیس تزکیه و انکشاف رهبری سکتور امنیتی دفتر شورای امنیت ملی، گفت که بنابر هدایت قاطع و اثر رئیس جمهور، کار تغییر رهبری قماندانی های امنیه 258 ولسوالی آغاز شد و کمیته پس از 45 روز کار و ارزیابی نزدیک به 600 تن از بریت ملان ارشد و افسران به تعداد 100 تن از آنان را موفقانه ارزیابی نمود و قماندانان امنیت در 29 ولایت تعیین گردیدند. سپس آقای صالح در سخنرانی خود با آنان گفت: امروز فرصت واقعا با افتخار و نادر فراهم شده است. وی افزود: با هر قشر جامعه به نیکی رفتار کنید و از اراضی باید شناخت داشته باشید و در راستای تجدید و عقب زدن دشمن با مردم هماهنگ باشید. پس از سخنرانی آنان، رئیس جمهور افغانستان به قماندانان جدید التقرر ولسوالی ها گفت که با رفتنتان به ولسوالی ها در آنجا انگیزه مدیریت، تحرک و تعهد خواهید داشت که در تاریخ افغانستان بی‌نظیر خواهد بود. غنی گفت که فرماندهان جدید حمایت سرقماندان اعلای قوای مسلح را با خود دارند و از آنها خواسته است که با مردم ابریشم و در برابر دشمن مشت فولادین باشند. وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان از بازداشت یکی از سردسته های مجرمین خطرناک در کابل به نام شیر سیاسنگ خبر داد. در ادامه خبرنامه آمده است که فرد بازداشت شده شیر سیاسنگ نام داشته و در انجام قضایای جرمی سازمان یافته و ویژه سرقت‌های مسلحانه، قتل، اخاذی و سایر جرائم در بخش‌های کابل و ویژه حوزه‌های 8، 9 و 16 شهر کابل نقش کلیدی داشته است. شمار تلفات انفجار غور افزایش یافت. منابع صحی در ولایت غور به خبرگزاری افق میگویند شمار تلفات امروز در مرکز این ولایت به 13 کشته و 95 زخمی رسید. جمعه‌گل یعقوبی، رئیس صحت عامه غور، گفت بیشترین قربانیان غیر نظامیان هستند. به گفته او در میان کشته و زخمی ها نیروهای امنیتی هم شامل هستند. یعقوبی علاوه کرد که امکان دارد شمار تلفات افزایش یابد. سخنگوی وزارت داخله میگوید حوالی ساعت 11 امروز یک شنبه 27 میزان یک موتر بمب‌گذاری شده در نزدیکی قراول قماندانی پلیس غور در مقابل ریاست امور زنان و اداره شهدا و معلولین این ولایت منفجر شده است. مسئولیت این رویداد را تاکنون هیچ فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نخستین روز سفرش به ایران با جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ظریف گفته است که ایران از مذاکرات اصیل بین الافغانی حمایت می کند. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتی از دیدار عبدالله و ظریف خبر داد. او نوشت وزیر خارجه ایران به عبدالله گفته است که افغانستان آباد مستقل توسعه یافته و با صلح و ثبات خواست همیشگی تهران بوده است. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری که به تازگی مسئولیت رسیدگی به امنیت کابل را بر عهده گرفته میگوید تردد موترهای فاقد اسناد یکی از مشکلات در ردیابی مجرمان است و این موترها مصادره می شود. صالح به خاطر تقویت خط تلفن 119 پلیس هم چندین شماره پیامگیر واتساپ را همگانی کرده است. معاون نخست ریاست جمهوری در یادداشت فیسبوکی نوشت که سالهاست از موترهای بی اسناد شکایت وجود دارد و یکی از مشکلات در ردیابی مجرمین همین معضل است. او میگوید در جلسه ای که صبح امروز یک شنبه 27 میزان با مسئولین امنیتی داشته فیصله شده تا موترهای فاقد اسناد مصادره گردد. صالح خطاب به شهروندان کابل گفته است که امید است مالیه بپردازید و موترهای خیش را قانونمند سازید و موترهای شما پس از توقف در خدمت پلیس قرار می گیرد. او افزود که احتمال دیگر این است که دولت موترهای بدون اسناد را پس از توقف و بعد از گذشت یک مدت معین قانونمند ساخته و به ورثه شهدا توزیع نماید. معاون نخست ریاست جمهوری شماره تماس 119 پلیس را در کنترل جرایم مؤثر دانسته و گفته که برای تقویت ارتباط با پلیس چندین شماره پیامگیر واتساپ همگانی شده است. او در پایان ضمن ابراز اطمینان از تامین امنیت کابل گفته است که امنیت واقعی و روانی را به کابل عزیز برمیگردانه. مجرم دو انتخاب دارد: عقب میله زندان یا آدم شدن. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.